سلام بیننده های عزیز، خسته نباشید. به مجموعه خبری ساعت 8 امشب از تلویزیون جهانی غزنویان خوش آمدید. امروز چهارشنبه است و 15 ماه دلو سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 ماه فوریه سال 2021 میلادی. در نخست سرخط خبرها، ریزش برف در ولایت غزنی و خرسندی باشندگان این ولایت. حسابدهی اداره ملی امتحانات در برنامه حسابدهی دولت به ملت. بازداشت 3 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در ولایت تخار. و ثبت 57 مورد جدید ویروس کرونا در شبانه روز گذشته. من نوید نیکفرجام هستم و شما را به مجموعه خبری ساعت 8 شب از تلویزیون جهانی غزنویان خوش آمدید میگویم. دوستان عزیز، همچنان فراموش نکنید که همین لحظه می توانید خبرهای این ساعت را به شکل زنده از صفحه فیسبوک و تلویزیون غزنویان همچنان بیننده باشید. آل هم مشروع خبرها. شب گذشته و صبح امروز شهر غزنی شاهد برفباری بود. باشندگان غزنی از ریزش برف در این ولایت خوشنود هستند و باریدن دانه های سپید رنگ برف را به فال نیک می گیرند. همکارانم از ولایت غزنی در این مورد گزارش تهیه کردند. شب گذشته و بامداد امروز چهارشنبه شهر غزنی گواه ریزش برف بود. ریزش این برف پس از مدت طولانی تری در ولایت غزنی باعث خرسندی شهروندان این ولایت شده است. شهروندان ولایت غزنی دانه های برف را نعمت الهی می دانند و از باریدن برف در شهر و ولسوالی های این ولایت استقبال می کنند. تقریبا 2 زمستان گذشته اما برف تا هنوز نباریده بود، اما امروز که برف باری شده همگی ما بسیار خوشحال هستیم، چون هم این برای دهقانان مفید است هم برای تمام مردم. همین درخت ها همین نباتات کلش رشد میکنه، بخش دیاقین خیلی فایده داره، بخش ذخیره آبی ما چقدر فایده داره، اندازه فایده داره که ما او فایدهش گفتن نمیتونیم، بخاطر اینکه فایدهش به خدا متعال معلوم است. و انشاءالله با این نعمتی که امروز خداوند نعمت خدا دادی را داده بخش از این ولایت، شاید خدا ما دعا میکنیم که در دیگر شهرها در کل افغانستان مقصد انشاءالله برف باران ببره. این یکی از نعمتهای الهی است دیگر که تمام مردم تشنه از این نعمت خداوندی بود. امروز ما پروردگار را شکرگزار هستیم که همه نعمت سرازیر شده. شماری از کارشناسان ریزش برف و باران را در افغانستان باعث رشد اقتصاد مردم افغانستان می دانند و می گویند که خوشسالی و نبود آب کافی کشاورزان را متضرر می سازد. خب از اونجایی که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد زراعتی است، بالای 70% جمعیت افغانستان مشغول به زراعت هستند، بارش برف و باران وضعیت آب و هوا تاثیر مستقیم بر اقتصاد مردم دارد. به این معنی که اگر سالی برفباری و باران در زمستان بیشتر باشد، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که محصولات زراعتی افغانستان که جز تولیدات اصلی کشور هستند، اینا هم کیفیت و هم کمیتشون بلندتر بود. ریزش برف در غزنی با آنکه مایه خرسندی مردم شده است، کسانی اما هم هستند که با باریدن برف مشکلاتشان بیشتر می شود و به دلیل نبود کار و مشکلات اقتصادی خواهان همکاری های دولت و تاجران با خانواده های نادار و نیازمند هستند. از برفباری خیلی خوشحالیم، ولی اقتصاد ضعیفه دیگه، ما سخت زمستان نداریم، عوام سرده دیگه، کار بارم نیاد مردم، یعنی مشکلات مردم دیگه نیم. نه چوب سوخت ندارم، خانم از خودم نیاد، خانه کرایی زندگی منیم. افغانستان یک کشور زراعتی است که بیش از 70% شهروندان این کشور نان و آب زندگیشان را از طریق زراعت و کشاورزی تأمین می کنند. باریدن برف و باران و بالعکس آن خوشسالی ها در این کشور ربط مستقیم بر دسترخان افغان ها دارد. امروز تا یک نشست خبری در رسانه‌های حکومت، اداره ملی امتحانات کارکردهای سال 1399 این اداره را در حضور رسانه‌ها معلومات داد. در این نشست بوهان عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات، از سپری شدن موفقانه امتحانات
اعلام نتایج کنکور و خدمات ملکی سخن زد و بودجه مالی سال 1399 این اداره را 170 میلیون افغانی گفت. امام‌الدین فرحمند گزارش می دهد. صبح امروز مسئولین در اداره ملی امتحانات از فعالیت های این اداره در سال 1399 هجری خورشیدی گزارش داد و تلاش های جدیشان را در سال گذشته بیان کردند. عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات میگوید که در سال 1399 هجری خورشیدی 500 هزار داوطلب در مدت 5 ماه شامل امتحان شده و نتایج امتحانات این داوطلبان نیز در این سال اعلام شد که از این میان 200 هزار داوطلب فارغان صف 12 بود که شامل دانشگاه های دولتی و خصوصی شدند و 200 هزار داوطلب دیگر نیز در بخش خدمات ملکی شامل بس های متفاوت شدند. ما توانستیم که از نزدیک به 500 هزار داوطلب در 5 ماه امتحان بگیریم و نتیجه زوری اعلان بکنیم که ما تقریبا نزدیک به 200 هزار داوطلب تنها فارغان صنف 12 داشتیم که با پانتون های دولتی و خصوصی از اینا امتحان گرفتیم و جذب کردیم. از اینا نزدیک به 200 هزار داوطلب دیگه زیر ما در بخش مختلف خدمات ملکی داشتیم، شامل کاندیدان بست های تذکره الکترونیکی در چندین ولایت افغانستان، از هرات گرفته تا به ننگرهار و از نیمروز گرفته تا فرا و بادغیس و تا کابل. به همین ترتیب ما نزدیک به 200 هزار داوطلب خدمات ملکی را بر بست های 5-6 خدمات ملکی 34 ولایت افغانستان و بست های معلمین 34 ولایت افغانستان امتحان گرفتیم. و اما این اداره در سال 1399 170 میلیون افغانی برای 500 هزار داوطلب آن امتحانات مصرف نموده است. با آن هم ما تقریبا 170 میلیون افغانی مصارف داشتیم برای 500 هزار داوطلب جمع. این در حال است که اداره ملی امتحانات همه ساله برای داوطلبان در کنکور برنامه مشخص روی دست نداشته که در کدام مقطع زمانی امتحانات کنکور برگزار شود. مقام های امنیتی در فرماندهی پلیس ولایت تخار از بازداشت 3 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر نو تریاک خبر می دهند. خلیل اسیر سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت تخار می گوید که این 3 تن به شمول یک زن از فلسواری کلفگان این ولایت توسط منصوبین پلیس این ولایت بازداشت گردیدند. فرشته یوسفزاده گزارش می دهد. 3 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر از ولسوالی کلفگان ولایت تخار بازداشت گردیدند. این 3 تن که مشمول یک زن است از باشندگان اصلی ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان می باشند. خلیل اسیر سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت تخار با تایید این خبر می گوید از نزد این افراد به مقدار 3.5 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام تریاک به دست آمده است. این در حال است که منصوبین امنیتی در این ولایت از بازداشت یک تن دیگر نیز در پیوند به قاچاق مواد مخدر خبر می دهند. این فرد که از مربوطات شهر طالقان بازداشت شده است، باشنده اصلی ولایت ننگرهار می باشد که تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار داشته است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیت تخار به همکاری پلیس ولسوالی کلمگان تایی راه اندازی عملیاتی 3 تن از قاچاق برای مواد مخدر از ولسوالی کلبگان و شهر طالقان بازداشت کردند که از نزد 2 تنی از یا مقدار 3 کیلو 800 گرام مواد مخدر تحت نام تریاک به دست آمد و 1 تنی از یا باشنده ولایت ننگرهار بود که در قضیه قاچاق مواد مخدر مزنون و از او صاحب فرار کرده بود از مربوطات شهر طالقان بازداشت گردید. مزنون بازداشت و قضیه از یا تحت بررسی بیشتر قرار دارد. ولایت تخار از ولایت شمالی کشور به شمار می رود که قاچاق مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است و منصوبین امنیتی هر از گاهی از بازداشت قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت خبر می دهند. همچنان مقام های امنیتی در فرماندهی پلیس ولایت غزنی از کشف 2 حلقه ماین در 2 روز گذشته در سطح این ولایت خبر می دهند. احمد خان سیرت سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت غزنی می گوید یک حلقه از این ماین ها شام روز گذشته ساحه گدول آهنگران و ماین دیگر بامداد امروز از بازار نوآباد شهر غزنی از سوی پلیس کشف و بگونه تحت کنترل انفجار داده شد. جزئیات بیشتر در گزارش.
فرماندهی پلیس غزنی امروز از کشف و خنثی‌سازی دو حلقه ماین در 24 ساعت پسین در این ولایت خبر می‌دهد. احمد خان سیرت، سخنگوی فرماندهی پلیس غزنی می‌گوید که عصر روز گذشته یک حلقه ماین نو ریموت کنترل که مخالفان مسلح دولت آن را در ساحه گودل آهنگران از مربوطات حوزه دوم امنیتی پلیس شهر غزنی جاگذاری کرده بودند، از سوی پلیس کشف و به گونه تحت کنترل انفجار داده شد. با گفته وی ماین دومی بامداد امروز چهارشنبه از ساحه بازار نوآباد از مربوطات حوزه ششم امنیتی پلیس شهر غزنی از سوی پلیس کشف و به گونه تحت کنترل انفجار داده شده است. سیرت میگوید که با کشف این ماین ها از دو رویداد خونین انفجاری در این ساحه جلوگیری شده است. حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز پرسنل امرت حوزه ششم امنیتی پلیس قماندانی امنیتی ولایت غزنی در جریان کنترل ساحه توانستند یک حلقه ماین را که حرس افکنان به منظور اهداف شوم حرس افکنی و آماج قرار دادن مردمان ملکی در بازار نوآباد از مربوطات حوزه امنیتی متذکره جابجا نموده بودند، کشف و خنثی نمایند. با کشف این ماین از یک رویداد خونین انفجاری در یکی از اماکن پرجمعیت ولایت غزنی جلوگیری گردید. بازار نوآباد در حوزه ششم امنیتی پلیس از ساحات مزدحم شهر غزنی به شمار می رود که منابع غذایی، پوشاک و سایر نیازمندی های مردم این بخش از شهر از همین بازار تامین می شود و بازار پر رفت و آمد به حساب می رود. در همین حال پلیس غزنی از بازداشت یک کارمند میثاق شهروندی ولایت غزنی به اتهام جعل اسناد تحصیلی خبر می‌دهد. این فرد از 4 سال بدین سو با سندهای جعلی تحصیلی با معاش ماهانه 55 هزار افغانی در یک بخش از اداره میثاق شهروندی غزنی کار کرده است. وزارت صحت عامه کشور میگوید که در 24 ساعت گذشته 1729 نمونه مشکوک با ویروس کرونا را آزمایش کردند که از این میان 57 نمونه آن مثبت تشخیص شده است. به گفته این وزارت همچنان در شبانه روز گذشته یک مورد فوتی به اثر بیماری ویروس کرونا در شهر کابل به ثبت رسیده است. عبدالحکیم احمدی گزارش می‌دهد. وزارت صحت عامه کشور میگوید که در 24 ساعت گذشته 1729 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 57 نمونه آن مثبت تشخیص شده است. این تعداد موارد مثبت کرونا در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، پکتیا، کندز، نیمروز، بدخشان، بادغیس، هلمند، لغمان، فرا و خوست به ثبت رسیده است. با ثبت این رویدادها شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز شیوع این ویروس تا کنون به 55231 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته یک مورد مرگ ناشی از کرونا در ولایت کابل به ثبت رسیده است. شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید 19 در افغانستان تا امروز به 2407 نفر رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 184 مریض کووید 19 در ولایت های کابل، قندهار، پکتیا، نیمروز، دایکندی و اروزگان بهبود یافتند. با این ترتیب شمار بهبود یافتگان ویروس کرونا در کشور به 47982 نفر افزایش یافته است. آل همچند خبر کوتاه. در نتیجه انفجار ماین در شهر کابل یک منصوب پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت که این انفجار صبح امروز در منطقه تنگی ترخیل از مربوطات حوزه 15 امنیتی پلیس رخ داد. آقای فرامرز افزود که هدف این انفجار واسطه نبرنجر این نیروها بوده و زخمی های هان به شفاخانه منتقل شدند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان اعلام کرده که نقشه روی ساخت خط آهن مزار کابل پشاور در تاشکند پایتخت ازبکستان میان مقام های 3 کشور امضا شد. او در یک رشته تویت این پروژه مشترک میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان را نقطه عطفی در گسترش مناسبات تجارت، حمل و نقل و همکاری های منطقه‌ای دانست. آقای اتمر افزود که این پروژه رویای مشترک از 3 کشور برای اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان تحقق می بخشد. ها
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگوید که خروج سربازان خارجی از افغانستان باید به پیشرفت در مذاکرات صلح مشروط ساخته شود. آقای ماس امروز در نشست با روزنامه‌های آلمان گفت که مذاکرات صلح افغانستان تا آخر ماه اپریل به پایان نخواهد رسید و به گفته وی نگرانی وجود دارد که ممکن طالبان تا آن زمان میز مذاکره را ترک کرده و برای حل نظامی رو بیاورند. بر اساس توافقنامه باید تمام نیروهای خارجی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک کنند. همچنان این توافقنامه طالبان را ملزم به قطع رابطه با گروه های دهشت افغانان، کاهش خشونت و مذاکرات با حکومت افغانستان ساخته است. بعد از یک میان برنامه کوتاه بیننده خبرهای ورزشی باشید.